عیزه دلم سلام گویند جان هستم و اینجا پشمام نیوزه، مرجع خفنترین، بروزترین، داغترین و جنجالی ترین اخبار دنیا برای شما دوستان محترم. اول از همه زمان بکشین سابسکرایب بکنین، بیلاخ محترم رو زنگوله فشار بدید، یه دایرکتی کامنتی، یه کار، یه اینتراکشنی هم خودتون در بکنید. آقا یه بار جاستین ملخک، دو بار جاستین ملخک، سومین بار کف دستی، نه کف دستی ها، کف دستی ملخک. خانم تهرانی، شهناز خانم تهرانی که از قدیم میشناسین، بازیگر قبل انقلاب، به شدت ازش کلاهبرداری شده. حالا جزئیات و متعلقات و همه الحاقات رو میگم خدمتون که حالشو ببرید. خانم تهرانی که میشناسید دیگه، شهناز تهرانی، متولد دوم فروردین 36، کف تهران، اصلا دیگه اسمش هم معروفه، ولی اسمش خانم شهناز علی شاه داره، اصلا بهش میگن. دوره دبیرستان و اینا هم که توی تهران تحصیل میکرده و 12 سالگی وارد بازیگری شده، بیشتر هم به خاطر اینکه با حاجی جون کار میکرد، مرتی که مزلف جلف، با اون که کار میکرد معروفه. ایشون تو محله دخانیا توی خانواده همچین نرمال به دنیا اومدن، مادرشون خونه دار بوده، پدرشون هم ورشکا لباس ارتشی داشته، 3 برادر تنی و چند هم خواهر برادر ناتنی اون کنج دارن. با اینکه پدر مادرش هم از کودکی از هم جدا شدن، اما میگن که خانواده ما نمونه یک خانواده مهربان و صمیمی بود، خیلی هم عالی بودش. یه مدت هم توی مسابقه رقص کودکانه که یه لولی اومدن بالا، توسط محمودی اون موقع تلویزیون جام جهانی پخش میشد، یه عروسک هم جایزه گرفتن. وقتی هم که بازیگر شدن دیگه با کارهای آقای کاردان و چیزهای دیگه اومدن بالا. سال 48 بدون هیچ آموزشی توی سریال سرکار استوار نقش گلی رو ایفا کردن. واسه صمد هم که میشناسید دیگه، لیلا یا صمد آقا، سال 50 با فیلم صمد و قالیچه حضرت سلیمان به کارگردانی پرویز صیاد در نقش گلین اولین تجربه حرفه‌ای خودشونو به دست آوردن. بعد چند ماه هم با سریال اختاپوس تو نقش سامانتا وارد قاب تلویزیون شدن، اما نهایتا ایشونو با صمد میشناسین، یعنی لیلای مویه و اون حاجی جون عزیز. بعد همیشه هم گفتن که پرویز صیاد خیلی مدیونم، خیلی باحال بوده، ایشون باعث شده که من بهترکم معروف بشم و این حرفا. سال 52 به بعد هم که علی کنکوری رو بازی کردن، به عنوان یه چهره معروف وارد لاله‌زار شدن دیگه، هر پنجشنبه میرفتن بالا اینا. ازدواج اولشون سال 54، 18 سالشون بود، 6 ماه باردار بودن به صورت سوسکی، یعنی پنهانی، با جمشید ورزنده کارگردانی که اون موقع بودن ازدواج کردن و این 2 ماه بعد خبرو دادن بیرون. جفتشون زمان فیلم پشمالو با هم آشنا شدن و بعد ازدواج هم تا مدتی خانواده ناراحت بودن، خانواده هاشون، ولی خب دیگه ازدواج کردن، طلاق هم گرفتن سوسکی. شهناز خانم و جمشید با وجود داشتن یه فرزند دختر به نام شرمینه، دیگه زدم به تیپاتورم. خانم تهرانی هم بعدا با شخصی به نام کوروش ازدواج کرد که همچین مایه‌دار بود و اینا. 122 تا فیلم و سریال بازی کرد و انقلاب. یه چیز جالب که هست، میگن یه بار جستی، دو بار جستی، ملخک و فلا این حرفا، سال 60، 21 آبان 60 بوده، یه عکسی اومده از خانم شهناز تهرانی با این تیتر که هنرپیشه فیلم‌های فارسی با اتهام سرقت مسلحانه در دادگاه انقلاب محاکمه می‌شود. چی کار می‌کرده؟ این مامانشو میفرستاده سال 60 بره به بهانه این که مثلا مستخدم میخوان یا تمیزکار میخوان بره توی خونه اعیان و اشراف، بعد یه مدت که قشنگ قلقه اونجا دستش میومده آمار میداده اینا سوسکی میریختن خالی میکردن، یعنی اصلا عین همون فیلم های فارسی ادامه داده زندگیشو با گرفتنشون دیگه. حالا یه داستانی هم داشتن، شهناز علیشاه یا شهناز تهرانی در واقع معروفن، خیلی خیلی عجیب غریب هم بوده چون 13-14 تا عملیات موفق هم داشتن. یه مدت بعدش هم رفتن سال 62 از اینا خارج شدن، رفتن نیویورک و با همون حاجی عزیز، اسکندر حجتی، حاجی جون میگفتن بهش دیگه، 300 تا مجموعه ساختن دیگه که همه اومدن دیدنشون. بعد از یه مدتی کارت سبز و اقامت که نداشتن، نمیتونستن بمونن اونجا، بعد از آمریکا اخراجشون کردن. سال 87 بود،
به خاطر زیر پا گذاشتن یکی از رفیقاشون هم فروختش، فرشته دولت، ایشونو از آمریکا اخراج کردن بیرون. بعد اومدن ترکیه بودن و گرجستان بودن و یه مدت کانادا و فلان و این ور این حرفا. الان ساکن گرجستان فکر میکنم. اتفاق عجیبی که افتاده بود، دومین باری که آدم میگم دوبار جستی ملخک، با داوود هزینه زده بودن تو کار قاچاق دختر و فلان و پول و بت و شرط و اینا. یه مدتی گوکاری هم داشتن اونجا، ولی دیگه بعد چند وقت دستشون رو شد. حالا بعض این حرفا و داستانا این چیزایی که پیش اومده، یه اخباری اومده حالا توی یه پیامی که تبریک گفتن و فلان و بمان و خیلی خوبه و اینجوری اینا، یه آژانسی رو تبلیغ کردن که آقا اینجا خفن‌ترین هستن آژانس دنیاست و صرافی بوده، و خودشون اعلام کردن که 9 ماه تو ترکیه بودن کار کردن، 9 بار درشون مالیدن، یعنی کار کردن پول نگرفتن، هی کار کردن پول نگرفتن و پولاشونو خوردن. برای همینم پیشنهاد کردن که آقا دوستان عزیزی که میرید این ور اون ور، توی صرافیه خوب کار بکنید، با آدمای درست کار بکنید، مخصوصا ترکیه، چون ترکیه دیگه شوخی بردار نیست. مرسی از شما عزیزای دلم که کانال ما رو دنبال میکنید، اخبار ما رو گوش میکنید و ذوق میکنید و یه کنج مینشینید و اینتراکشنی از خودتون در میکنید. شب و روزتون بخیر باشه، دوستتون دارم.